بعد از آقای نعیم قاسم صحبتان در مورد شیخ ابراهیم امین السید هست این آقای امین السید هم مثل این که الان این هم تایید نشده ولی گفته که این جز شنیده های خیلی قوی تره گفته که من میخوام برم ایران درس فقه بدم تو قوم و اینا از من گذشته که رهبریت رو بخوام داشته باشم هیچکی جرأت نداره رهبر حزب الله بشه البته حزب الله در آستانه فروپاشی و نابودیه به قضیه حزب الله من فقط بهتون یه خبر خوبی رو بدم در پنج روز گذشته که دیروز ما گفتیم 250 تروریست کشته شدن همین الان دنیل هاگاری خبر خوبی رو داد و 150 تروریست دیگه هم کشته شدن در جنگ زمینی این فارغ از بمباران ها و آمار های قبلیه یعنی در پنج روز گذشته 400 تن از نیروهای البته 400 تن حرف هم پس میگم تن واژه در حقیقت ایرانی تن از وطن میاد دیگه اینا و تن منه ما به اینا نفر هم نباید بگیم یعنی 400 رز 400 قلاده 400 قلاده تروریست حزب الله در پنج روز گذشته به هلاکت رسیدن و سی, سی نفر از اینا رو جناب سرتیب دانیل هاگاری گفتن که دریادار دانیل هاگاری سخنگوی ارتش گفته که سی نفرشون جز فرمانده ها هستش که این یک ضربه سنگینیه و باعث میشه که هیچ کس جرعت نکنه الان رهبریت الله رو به گردن بگیره اینا که میگفتن که آی ما جون میدیم فلان نعیم قاسم که الان میگه آی من همون نعیم قاسم که اونقدر عرق کرده بود از مرگ ترسیده آی من علی علیلم من پیر شدم بعد استفا بدم آقای امین السیدم گفته و من میدونی من دیگه سنی ازم کوهولت من آخر عمری میخوام برم بخش عرفانی اسلام بگیرم اصلا کلا ما رو کاری نیست با آیات جهادی من بخش عرفانی کار رو میگیرم میرم در قوم یه گوشه ای می میشینم و درس فقه میرم دوستان خواهشام برنامه لایک کنید در سطح پخش کنید من یه نکته ایرم که اینجا بذارم تلگرام و ما هر سی دقیقه اینا بر حالت برنامه که داریم اجرا میکنیم نه ولی بعدش هر سی دقیقه فوری اخبار رو داریم میگیم همه چی رو تو تلگرام میگیم خیلی چیزا رو توی یوتیوب نمیتونیم بگیم من بر این سر حزب الله زده شده حزب الله در آستانه نابودی استای تصمیم گرفته استراتژیش اینه که نه تنها من همون اتفاق هفته اکتبر سال پیش گفتم البته سه روز که گذشت بعدش گفتم ده اکتبر گفتم که اسرائیل تصمیم گرفته در یک بسته ده ساله کار حماس، کار حزب الله، کار گروهای نیابتی جمهوری اسلامی و حتی خود جمهوری اسلامی رو تموم کنه. من حرف هم پس میگیرم. یعنی ده سال که خب چون ما فکر نمیکردیم که شب میخوابیم صبح بلند میشیم سینمای هالیوود هم قفل میشه در برابر کارهایی که آقای نتانیاهو میکنه و پیجرها رو میشه. ما فکر نمیکردیم در عرض نه روز سر حزب الله زده بشه و اینا بعد از الان چند روز یارو کشته شده. الله. الان دیگه ده روز شد دیگه 7 روزه. نسل‌ها 7 8 روز کتلت شده مرغ آپس شده اینا نتونستن رهبر انتخاب کنن و رهبر دومی که سری زدن کشتن تفلک تا نشست زدنش و آقای نعیم قاسم جا خالی داده آقای امین السید جا خالی داده کار به جایی رسیده که حتی دیدم کوشکی داره درست میگه که خامنه ای داشت تلاش میکرد که دلجویی کنه از نیروهای حزب الله چرا بعد دلجویی کنه چون بخش قابل توجهی از نفوذ در حزب الله توسط نیروهای تحت امر آقای خامنه ای حتی شایعه این نیروهای نیرو نفوذی که الان آقای قاسه آقای قانی من نیست کجاست شایعه بازداشت آقای قانی برای همکاری با موسادم مطرح شده من اینو شایعه میدونم البته من این خبر رو نمیتونم قبول کنم فعلا و من بیشتر ذهنم اینه که قاعانی کشته شده یا بالاخره سرنوشتش البته کانال دوازه میگه احتمال زخمی شدنش هم هست ولی خب این فضایی رو که اسرائیل داشته اجازه نمیده هیچ نیروی دادی بره رتتوت میشه بالاخره ولی بحث جدی است که سرانی از سران سپا مورد بازجویی جدی قرار گرفتن و آقای کوشکی میگه ساخرانی آقای خامنه ای زیل در حقیقت بازیابی روحیه و دلجویی نیروهای حزب الله بود درست هم میگه من بخشی از صحبت عربی خامنه ای هنگامی که داشت تلاش میکرد که از اینا دلجویی کنه و البته یه نکات خیلی مهمی رو داری میگه ببینید این کار چون تموم شده است این بخش از صحبتش البته یک دقیقه بزنم جلو بزنیم جلو اینجا بله اینجا گوش کنیم نز... نطاق و شعبیتی گستره محبوبیت و تاثیرگذاری او از لبنان و ایران و کشورهای عربی فراتر رفته بود و افزایش خواهد داد شهادت او اکنون این, این اثرگذاری را مهمترین پیام گفتاری یعنی و عملی او در حیات دنیاییش برای شما ملت وفادار لبنان این بود که دچار ناامیدی و پریشانی نشوید همین میگه که آقای نصرالله پیامش به شما مردم لبنان این بود که دچار ناامیدی و یس نشوید یعنی چی یعنی حزب الله داره میپاشه من سخنرانی خامنه‌ای رو بخش فارسی و دیروز با حوصله تحلیل کردیم بخش عربی رو نمیخوام تحلیل کنم بخش این مهمش اینه ذیل صحبت‌های دفاعی و بازیابی روحی است نمیگه که آی حزب داره پیروز میشه میترکونه کنه فلان و بهمان داره میگه آقا وصیت آقای حسن نصرالله اینه که دچار یأس و ناامیدی نشید این خیلی مهمه اینجا دوچار ناامیدی و پریشانی نشوید با از دست دادن شخصیت های چون امام موسی صد و سید عباس موسوی و اینو در شرایطی داره میگه که دوچار یست و استراب و اینا نشید نامید نشید که خودش هم استراب داره هم این چهره داره یک سیگنال کاملا یعص و نامیدی رو در حقیقت پالس ضعف و نامیدی رو داره میفرسته و خامینه ای که همیشه صحبت آقا ما حیفا را نابود میکنیم که لاویو نابود میکنیم غلطی نمیتونن کنن یکی بزنن ده میخورن دورانه بزن و در رو تموم شده در چهار سخرانی اخیرش بعد از اتفاق به خصوص پیجرها هر سخنرانی که ایشون داشته آیات آیات مکی و دفاعی رو استفاده کرده در سردر سخرانیاش و روح سخنرانیشون روح آرامی بوده و داره تلاش میکنه که هر طور شده فضا رو آرامتر کنه چون که الان دیگه هر چقدر جنگ به بخواد بره جدی تر دیگه با این حرفا که آقا هر چقدر ما رو بکشید ما قوییم و فلان و ما نمیمیریم و ما برای شهادت جون میدیم و حزب الله نابود نمیشه جمهوری اسلامی 45 سال نابود نشد و این دست از سخن درمانی ها میبینم فایده نداره دستشون رو نتانیاهو خونده الان هم پیامی که داد به مکرون خیلی پیام بسیار درستی بود درود به شرف آقای به نتانیاهو که دست اینا رو خونده و میگه آقا این چرتا پرتا نیست من 45 سال نابود نشدم و آی مؤمن دنبال شهادت و آقا هر چقدر از ما بکشیم ما مستحکم تر میشیم باشه میخوام بگوشم این حرفا نیست دست خونده یعنی نتانیاهو اگه قوی بره جلو محور مقاربت که شوخیه خود جمهوری اسلامی نابود خواهد شد من اینا بهتون قول 100 درصد میدم و اینجا کاملا شما میبینید که بر هم ریخته و داره صحبتت دار تردید میکنه میگه دوچار تردید نشید اینجا بس از صحبتش خیلی مهمه علی او در حیات دنیاییش برای شما ملت وفادار لبنان این بود که دچار ناامیدی و پریشانی نشوید با از دست دادن چار... شخصیت های دوچار نامیدی و پریشانی نشوید برجسته ای چون امام موسا صد و سید عباس موسوی و... و تردید نکنید و تردید نکنید و تردید نکنید ببینید این ساخن خیلی مهمه داره به نیروهای حزب میگه تردید نکنید یعنی چی یعنی دوچار تردید چرا؟ چرا تردید شدن تو این شرایط میگه تردید حزب الله نابود میشه به ایران قسم به ایران قسم حزب الله نابود میشه به ایران قسم اگه نتانیاهو کوتاه نیاد و به یاری اهورامزدا مواضع جمهوری اسلامی رو بزنه و مردمم اینجا پازل اسرائیل رو تکمیل کنن مردم هم بیان و به خاطر حفظ کشور بریزن تو خیابون ها بعد از اینکه پایگاه های سپاه به یاری خدا زده بشه مردم هم بریزن خیابون کار این نظام میتونه تموم بشه و ما به یک کابوس 45 ساله میتونیم پایان بدیم در مسیر مبارزه خودتون و بر تلاش و توان خود بیافزایید همبستگی خود را دوچندان کنید بر... همبستگیتون رو دوچندان کنید تردید نداشته باشید کلا دیگه معلومه وضعیت حزب الله از سخن آقا ما،, ما, اصلا نمیدونیم حزب الله اصلا کالا کالای اسرائیل همه دروغ میگن خود سخنرانی خامنه ای داره نشون میده وضعیت قرمزه بر دشمن متجاوز و معترض با تقویت ایمان و توکل مقاومت کنید و او را ناکام بگذارید عزیزان من ملت با وفای لبنان با وفای لبنان جوانان پرشور حزب و عمل فرزندان من حالا معلومه دیگه این هم فرزندان من اینا چرت و پرته این سخنرانی نمیتونه بازیابی روحیه کنه با توجه به اینکه خود خامنه ای حالش خرابه احتمالا خبر مرگ قانی رو براش آوردن میگم از یه روایت دیگه از قانونی اصلا در بازداشت خود جمهوری اسلامی به جرم همکاری با موساد که من فکر میکنم این شایعه و جنگ روانی تقریبا اینجوری فکر میکنم مطمئنم هستم که جنگ روانی میتونه باشه واقعا در سرش خیلی کمه که این خبر درست باشه خبر درسته اینه که ب... ما اگه یادتون باشه پریشب گفتیم یک شخصیت مهم در جمهوری, در جمهوری اسلامی م... اه... کشته شده ما یه خبری اومد بعد من فکر کردم خود خامنه ای قبل از یعنی پنجشنبه شب قبل از سخنرانی خامنه ای گفتم یه اتفاقی افتاده و پستم گذاشتم گفتم خامنه ای احتمالا مرده من ببینید من فیک نیوز نیستم برای گرفتن فالوور یاتون باشه مثلا ما بعضی رو داریم فیک نیوز هم مثل امین فردین من اسم میارم یا بعضی از این داستان ها رادیو فلان رادیو اونجا اینا فیک نیوزن برای که بتونن فالوور بگیرن من من ده سال جاله دوربینم فیک نیوز نبودم و همیشه تلاش کردم با تحلیل مخاطب بگیرم از فیک نیوز متنفرم یعنی یادتون میشه من اگه چیزی رو میزنم به هیچ عنوان خط قرمز من اینه که با این روش ها تلاش نکنم مخاطب بگیرم من اگه چیزی رو میزنم یعنی واقعا یه خبریه من زدم که احتمالا خامنه ای مرده ب... گفتم دعا کنید خبر یه اتفاق بزرگی توشون افتاده بعد خبر اومد که خانومش مرده یعنی خانم خجسته گفتیم اوکی حالا خجسته بعد اونم خبر تکمیل کردم مثل اینکه اینه که اونم تکسیب شد حال خراب خامنه ای صرفا اینجا بابت اتفاقات اخیر که هم هست ولی فقط اون نیست یک خبر تازه تری بهش دادن احتمالا آقای خامنه ای قبل از نماز جمعه خبر داره که آقای قاعانی مرده اگه قاعانی مرده باشه پنجشنبه شب مرده معلوم میشه یعنی این دیگه بالاخره زمان میخوره معلوم میشه و الان با این پریشانی که خود خامنه ای داره برای به, به نیروهای حزب الله میگه پریشان نباشید خب این اوضاع رو نشون میده وضعیت روحی روانی رو نشون میده حالا برن اینا بخوان بدنه اجتماعیشون بخوان دلغک بازی اون بازی که ببینید مثل عدلیه میمونه یه بدون قضا که شکمت رو سیر نمیکنه که شما در 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 حوزه جنگ روانی حکم آدامسه بجو اینقدر بجا تا فک دیگه نپاره بشه شما آدامس یک ساعت به جایی دیگه درن فک خودت سرویسه ولی شکمت سیر نمیشه آدامس آدامس دیگه فقط فک علکی میجنبه ولی شکم سیر نمیشه و شما نمیتونید آدامس جای غذا مثلا در حقیقت استفاده کنید. بنابراین این از داستان حزب الله که ما داریم میبینیم و متوجه داریم میشیم که کار حزب الله در مسیر نابودی در 5 روز بله نه تا سرباز اسرائیلی کشته شدن و اینا 400 تا نیروشون از دست دادن و در کنار این قضیه شما میبینید که کانال های سپاه پاسداران و غیره و اینا سطح خبرها خیلی جالبه نیروهای یا بیانیهای حزب الله رو که من میخونم خندم میگیره در فلان روستا یک تانک اسرائیلی زدیم در فلان روستا یک تیر زدیم به پای یک سرباز سفر اسرائیلی و این سرباز سفر اسرائیلی الان داره ازش خون میره و همین الان با برانکارد مبارنم مثلا بردنش هیلیکوپتر های نجات هم اومدن که هلیکوپتر امداد هم اومدن این سرباز رو بردن اینا رو اصلا خبر میکنن این دست از مسائل ارزش خبری نداره یعنی شما زخمی شدن و فلان و اینجور جور چیزا رو بولد کردن در این سر مثل میمونه که دانیل هاگاری ثانیه ای بگه یه نفر رو کشتیم دو نفر رو کشتیم سه نفر رو کشیم نه وای میسه پنج روز که میگذره میگه آقا 400 نیرو کشتیم یه دفعه میگه و ثابت هم میشه خب همیشه درست میگه این, این رفتارهای حماس بازی که در تمام این یازده ماه فیلم های میده بیرون و این فیلم ها منبع تحلیل های وحید خذاب یا کریم شیره ای ها میشه باهاش هم کلا خود ارزایی میکنن یعنی ببین مردم مثلا خیلی ها خانم ها دوست دارن برن خرید کنن مثلا لوازم آرایش و اینا مرد و اصولا مثلا دیگه چیز کنن میشینن پای سایت های پرن این حضرات آقای کریم شیره یا وحید خذاب و اینا هم برای که مثلا سرگرمیشون بگذره میشینن پای چی پای این ویدیوهای در حقیقت هماس و حزب که که یه دونه موشک میزنن بالا میکنن آقا ما یه دونه سرباز استرالی کشتیم اینجوری خود ارزایی میشن اینها چون پروپاگانداست و المانهایی از واقعیت های میدانی درش نیست بنابراین فاقد بحث تحلیل و اینا هستش که هیچی واقعیت میدانی بعدا بهش رو بعدا بهشون خیلی بدتر تحمیل میکنه من پیشبینی میکنم نیروهای حامی جمهوری اسلامی با تغییرات اتفاقاتی که داره میفته بار شما مثلا بیچاره حسن نصرایی هم رجس خون آخر کتلت شد الان نیروهای خود حزب الله در لبنان چه جوری تردید شدن دوچاره فروپاشی روانی شدن بخششون البته چون انگشتای یک دست هم که یه،, 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 اندازه نیستش که با گذر زمان این صد از پروپاگاندا به مانند فنر میمونه ببین شما پروپاگاندا رو وقتی انجام میدی فنره میره پایین میره پایین میره پایین یه لحظه اگر دستت در بره این فنر میپره میخوره کجا میخوره زیر چونت دهنت تا سرویس میکنه کل چونت میپره هوا این فنر اینجوری گرفتی میدی پایین دستت جنوشه میخوره تو صورتت میخوره تو چشت خود فنره هر چقدر شما فنر رو فشار بدید وقتی که دستت در بره چه اتفاقی میفته این فنر شتابش بیشتر میشه حالا هر چه اینا پروپاگاندا کنن ما داریم اسرائیل رو میزنیم فلان میکنیم اتفاقات فردا که خود خامنه ای کتلت شد یا واقعیت های میدانی رو دیدن که حزب نابود شد و برنامه اسرائیل اینه که حزب رو نابود کنه و سران تندروی جنبش عمل رو همه رو بکشه و البته داره تلاش میکنه که به این نرسه با جنبش عمل صحبت کنه جنبش عمل که یکی از جریانات شیعه که امروز متحد حزب الله ولی قبلا مخالفش بوده و در یک زمانی هم اینا علیه همدیگه جنگیدن نزدیک چهار سال از هم آدم کشتن ولی الان سال هاست جنبش عمل به عنوان یک جریان شیعه جنوب لبنان با حزب الله با هم متحد هستن علیه اسرائیل ولی جنبش عمل و اسرائیل نظرش اینه که میشه باهاش مذاکره کرد چون جنبش عمل یک جنبش شیعه بدون حامیه مثلا بدون حمایت از جمهوری اسلامی یعنی جمهوری اسلامی رو قبول نداره اما متحد حزب در این حال میخواد یک آخوند میانه رو به این جنبش عمل پیدا کنه که این آخونده میانه رو بشه رهبر جنبش عمل بعد کل داستان شیعیان لبنان رو ببره زیل جنبش عمل که دیگه برن تو خط خود میانه رو اینا یعنی اونجا میخواد کانالیزه کنه استرالی برنامه ها داره ولی حزب الله تموم شده از کارش و به زودی به زودی پیش بینی میکنم که حتی پیش بینیش هم چیز عجیب و غریبی نیست حمله ای که به ایران اشغالی میشه امشب یا فردا شب که خیلی دیگه نزدیکه بشه خیلی نزدیکی چون حالا صحبت ها رو بیشتر خواهیم کرد این حمله همزمان به خاک عراق هم خواهد شد یعنی حالا که دیگه هواپیماهای اف 35 اسرائیل تا مرزهای ایران اشغالی ما میان یه دوکه پا مثلا به موازه هشتل شعبیرم جوری میزنن که اینا دیگه نتونن بلند